سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. حمیدرضا آذرنگ، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون که برای بازی در فیلم ملکه جایزه بهترین بازیگر رو از جشن خانگی سینما دریافت کرد، یکی از چهره‌های سینمایی، تلویزیونی و تئاتری کشورمونه که جوایز متعددی در کارنامه هنریش داره و در فیلم‌هایی چون تنگه ابوغریب، قاتل اهلی، آباجان، 21 روز بعد، آذر و غیره ایفای نقش کرده. حمیدرضا آذرنگ متولد 1351 در تهران، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر. آقای آذرنگ دانش آموخته کارشناسی در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهند در سال 1376. حمیدرضا آذرنگ میگه پدرم گلپایگانیه و مادرم گلپایگانیست. یک سالم بود رفتم خوزستان. اونجا بزرگ شدم توی سومار. سومار یکی از شهرهای شهرستان قصرشیرین در استان کرمانشاست که من اونجا خدمت کردم. دانشگاه هم رودهند بوده. به شدت معتقدم در جنوب شکل گرفتم. من از 1 سالگی تا 18 سالگی در اندیمشک بودم. او برندگی جوایز متعدد سینمایی بوده که از این جمله میشه به جایزه جشن خانه سینما در سال 1393 به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی او در فیلم ملکه اشاره کرد. او تاکنون برنده 5 جایزه از جشنواره تئاتر فجر در زمینه‌های نویسندگی و بازیگری شده. 2 جایزه تئاتر فجر برای بازیگری در نمایش‌های خون رقص در سال 1390 و 4 حکایت از چندین حکایت رحمان در سال 1383، 3 جایزه از تئاتر فجر برای بهترین نویسندگی نمایش‌های خنک‌های ختم خاطره در سال 88، 2 لیتر در 2 لیتر صلح در سال 90 و خیال روی خطوط موازی در سال 85 و لوح تقدیر رو برای نگارش نمایشنامه ترن در سال 91 از همین جشنواره دریافت کرده. نمایش روزی روزگاری آبادان نوشته و کارگردانی او هم در همین جشنواره در سال 84 مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. حمیدرضا آذرنگ با خانم ساناز بیان ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند پسر به نام بامداد و هیرات هستند. خانم بیان نویسنده و کارگردان تئاتر. حمیدرضا آذرنگ در سال 86 با سریال آن سوی دریا این سوی خاک وارد تلویزیون شد. دومین کارش در سینما در سال 88 با فیلم بیداری رویاها بود. سال 89 با سریال در مسیر زاینده رود، سپس سریال یلدا ساخته حسن میرباقری شناخته شد و در سال 92 با سریال نمایش خانگی شاهگوش درخشید و به شهرت رسید. برخی از افتخارات حمیدرضا آذرنگ در عرصه سینما عبارتند از نویسندگی برگزیده جشن اردیبهشت تئاتر ایران برای نمایش مادرمانده در سال 1388، نامزده دریافت جایزه بهترین کارگردانی در بخش بین‌المللی 30مین جشنواره تئاتر فجر برای نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح در سال 90، برنده جایزه اول بازیگری مرد از 30مین جشنواره تئاتر فجر برای نمایش خون رقص در سال 90، دیپلم افتخار بهترین بازیگر مکمل مرد در جشن منتقدان سینمای ایران برای فیلم ملکه در سال 91، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در جشنواره فیلم فجر به انتخاب منتقدین ماهنامه فیلم برای فیلم آسمان زرد کم عمق در بهمن 91، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشن منتقدان سینمای ایران برای فیلم آسمان زرد کم عمق و بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم‌های ویدیویی یاس برای بازی در فیلم آخرین نفر در سال 1393 اشاره کرد. از آخرین کارهای او در قالب سینمایی میشه به فیلم 2 طبقه روی پیلوت در سال 96، تنگه ابوغریب در سال 96، 21 روز بعد دعوتنامه و سمفونی تولد در سال 95، قاتل اهلی و آبجی در سال 94، گیتا و عادت نمی کنیم در سال 94 اشاره کرد. برخی از نمایش هایی که آذرنگ نویسندگی و کارگردانی و یا بازی کرده عبارتند از
خیال روی خطوط موازی در تئاتر شهر در سال 85-86، آخرین مروارید در تئاتر شهر در سال 80، این کدام پنجشنبه است در تئاتر شهر در سال 81، روزی روزگاری آبادان در تئاتر شهر در سال 84، مادر مانده در تئاتر شهر در سال 88، زریبانو در سال 1388 در تالار چهارسو، رعنا در تئاتر شهر در سال 82، خنک‌های ختم خاطره به کارگردانی نیما دهقان در سال 78، ترند به کارگردانی نیما دهقان در تئاتر شهر در سال 91 اشاره کرد. در ادامه نظر شما رو به دیدن عکسایی از این بازیگر جلب می‌کنم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.